پهلوی. مجاهدین خودشون دادخواه شهداشون هستند. در این 40 و چند سال که شما در پی سور و صفای خودتون بودی، صدای فغان و فریاد مادرای شهدا، خانواده های شهدا رو مجاهدین بودن که به جوامع بین المللی رسوندند. مجاهدین بودند که این رژیم رو بارها هر ساله در جوامع بین المللی در سازمان ملل برای نقض حقوق بشر به محکومیت رسوندند. اگر نبود این فعالیت ها، الان شما چی میخواستی بگی؟ آیا اگر نبود این فعالیت ها، فکر میکنید که رژیم الان در نقطه سرنگونی قرار داشت که امثال شما بخوان بیان و میویچینی کنند؟ زن ایرانی هویت داره. زن ایرانی هویتش رو از مبارزش، از کف خیابونها، با ساچمه‌هایی که به چشمهای زیباش خورده به دست آورده. اون میتونه بیاد حرف بزنه. نه کسی که به خاطر اینکه رفته همسر کس دیگری شده بیاد و فکر کنه حق نظر دادن داره. خانم یاسمین، شما کی هستی؟ هویتت چی هست؟ تا به حال برای آزادی، برای مقاومت چه قیمتی پرداخت کردی؟ البته کسی که داغی بر دل نداره، کسی که تا به حال یک قدم در راه آزادی مردمش بر نداشته، فهمی از دادخواهی نداره. و اگر بخوایم از شما انتظار دیگری داشته باشیم، خیلی زیاد هستش. مردم ایران، زنان ایران عزم کردند تا این رژیم رو سرنگون کنن. و این سرنگونی به دست زنان ایران و زنان مجاهد خلق حتما انجام خواهد شد. شما با حذف دادخواهی نمیتونید این مرحله رو دور بزنید.